دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه اما یک شب دیگر قوقا شد به پیشنهاد برخی از اساتید چپ قرار شد تا یک برنامه تحت عنوان شب شعر برگزار کنیم آن شب قرار شد هر کسی که مایل است شعر بخواند و به اصطلاح از هر شاعری که میخواهد قطع شعری را بخواند در این گونه موارد و در این گونه جلسات معمولا چپها یا غیر مذهبی ها از مسلمانان خیلی جلوتر بودند اولین شعر را دکتر خسروشاهی خوان شعر پریای احمد شاملو بود بعد نوبت به دکتر اردوان داوران که استاد دانشکده ادبیات و یکی از جالبترین اعضای جمع امام بود رسید تا شروع به شعرخانی کند چند تا شعر از شفیه کتکنی احمد شاملو و منوچهر آتشین خوان. بعد دکتر فرسام استاد دانشکده داروسازی چند قطع شعر خان از جمله خودش ترجیبندی سروده بود علیه ارتش بود و سخنرانی معروفش در مجلس به هنگام گرفتن رای اعتماد که گفته بود مردم در راه ها نیستند و در پشت پا هم کسی شبها الله اکبر نمیگوید و نوار کاست است که خرابکاران میگذارند پشت بلنگو در مورد جاری شدن خون و کشته شدن و مجروح شدن مردم در تظاهرات هم گفته بود که کسی در تظاهرات کشته نشده و ارتش اساسا دستور تیراندازی ندارد آن قرمزی هم پودر رنگ است که خرابکاران در جوی آب میریزن و بعد فریاد میزنن که برادرم کشته شد انصافا قطعی که دکتر فرسام سروده بود خیلی لطیف و زیبا بود دکتر فرسام البته تمایلات چپی داشت و سمپات حزب توده بود مهندس خانی هم که از اساتید جوان و چپ دانشکده کشاورزی بود چند قطع شعر در وصف سیاهکل و مبارزان سیاهکل خوان بعد دکتر اپری یکی دو قطعه از نعمت میرزاده به علاوه قصیده را که سیاوش کسرایی درباره هیفده شهریور سروده بود را خوان به استثنای دکتر اپری تمامی اساتید دیگر که شعر خوانده بودند چپ بودند برخلاف شبهای دیگر آن شب همه اساتید در اتاق بزرگ شورا جمع شده بودند درست است که بحث چپی بودن و مسلمان بودن در آن دوران خیلی تحت و شعاع بحث اصلی تر که مبارزه علیه رژیم شاه بود قرار داشت اما به هر حال آن رقابت دیرینه میان مذهبی ها و غیر مذهبی ها بالاخره وجود داشت حتی در آن جمع کوچک نزدیک به پنجاه نفره هم آن احساس تفکیک و رقابت میان مذهبی ها و غیر مذهبی ها وجود داشت حتی قشنگ خاطرم هست که بر سر اینکه به نام خدا را در ابتدای بیانی های سازمان ملی دانشگاه بگذاریم یا نگذاریم بحث های خیلی جدی در حد اختلاف و برخورد میان اساتید مذهبی و چپ پیش می آمد. اساتید چپ معتقد بودند که سازمان ملی دانشگاهیان یک تشکل سنفی و غیر ایدئولوژیک است در حالی که به نام خدا یک جهتگیری مشخص ایدئولوژیک بود به و اساسنامه سازمان آن را یک تشکیلات غیر ایدئولوژیک و غیر سیاسی تعریف می کرد. از طرف دیگر اساتید مسلمان که اقلیت کوچکی بودند و در رأسشان دکتر ملکی قرار داشت قرص و محکم و با حرارت استدلال می کردند که به نام خدا شعار نهست انقلابی مردم ایران است و ربطی به مذهبی و غیر مذهبی ندارد اصاره استدلال دکتر ملکی هم این بود که در ابتدای بیانی ها و اعلامی های سازمان ملی دانشگاهیان به نام خدا را جا بیندازد همین استدلال را در مورد بیانی ها و اعلامی های اساتید متحسن دانشگاه تهران هم به کار گرفته بود ملکی ارق اصرار و تعصب زیادی داشت در خصوص گنجاندن به نام خدا هم در آغاز اعلامی ها و بیانی های سازمان ملی دانشگاهیان و هم بیانی های اساتید متحسن همیشه میگفت هویت اسلامی و الهی این نهضت بایستی مشخص باشد البته در زندان هم این گونه بود و برخی از بر مذهبی بر روی هویت دینیشان خیلی اصرار داشتند و یک رقابت پنهانی میان مذهبی ها و مارکسیست ها همواره حاکم بود البته نه همه زندانیان مذهبی عق و تعصب زیادی بر روی هویت دینیشان داشتند و نه همه مارکسیست ها ضدیت خاصی با اسلام برخی از زندانیان مذهبی روابط صمیمانه و نزدیکی هم با همبندی های مارکسیستشان داشتند اما در کل خطکشی جدی اما نانوشته میان مذهبی ها و چپ ها یا مارکسیست ها وجود داشت در مجموع مارکسیست ها و غیر مذهبی ها بیشتر اهل هنر، ادبیات، شعر، سینما و این دست حوزه ها بودند. آن شب هم دقیقا این گونه شده بود. یکی پس از دیگری اساتید چپ یا غیر شعرخانی می کردن و اشعاری هم که می خواندن متعلق به شعارهای برجسته چپ بود. تنها استثناء دکتر اپری بود که گفتم اشعاری از نعمت میرزاده یا همان میم آزرم می خواند. الباقی که هفتش نفر از جمله دکتر بهروز بهبودی استاد گیاهشناسی دانشکده علوم که دکلمه زیبایی خواند جملگی چپ بودند ملکی دم در اتاق نشسته بود و با دلخوری به آن صحنه پیکار به زم خودش نابرابر مینگریست آن شب ریاست جلسه با دکتر اپری بود من به او اشاره کردم که مایل هستم شعر بخوانم اپری اول متوجه نشد و مجددا توجهش را جلب کردم با سر از من پرسید که چی میخوام من هم اشاره کردم میخوام شعر بخونم بعد اپری گفت برادر ما مهندس زیبا کلام هم مایلن شعر بخوانن و یک مرتبه نگاه ملکی بر روی من افتاد اپری با چشمانش از من میپرسید که پس کتاب یا نوشته که میخواهی از روی آن شعر بخوانی کو چون همه از روی کتاب و نوشته شعر میخاندن چون چیزی جلوی من نبود هیچ نوشته ای جلوم نبود همانطور که به من نگاه می کرد و من برخلاف همه که نوشته و از روی کاغذ شعر می خواندند برخواستم از حفظ تمامی شعر بلند آرش کمانگیر سیاوش کسرایی را با احساس خواندم آنقدر حضار تحت تاثیر آن قرار گرفتند که بعد از پایان قرائتم خیلی از اساتید برخواستم و به شدت برایم کف زدم. و من دیدم ملکی هم برخواسته و دارد برایم کف میزنه وقتی دیدم ملکی هم بلند شده و داره برام کف میزنه بغز گلون رو گرفت بعد چند شعر دیگر که برخی از آنها هم بلند بودند را از حفظ خواندم اشعار گالیا از سیاوش کسرایی و محتاب از نیمایوشیش هم با استقبال گرم اساتید مواجه شد آخرین شعری که خواندم دیگر این پنجره بکشا که من به سطوح آمدم زین شب تنگ مال سیاوش کسرایی بود آن هم با استقبال شدید اساتید رو شد و باز ایستادن و برایم کف زدن درخشش آن شبم سبب شد تا ملکی برای بار دوم به من توجه کند بعد از جلسه شعرخانی در راه رو قدم می زدم که ملکی پیشم آمد و پرسید شعرها رو تو زندان یاد گرفته بودی گفتم بله آقا البته بعضی را قبل از زندان حفظ کرده بودم بعد طاقت نیاورد و با لبخند در حالی که سرش نزدیک گوشم میکرد گفت ولی خداییش امشب آبروداری کردی عجب ولی کاری شد اینا فکر نمیکردم بچه مذهبی هم تو این وادیا بتونن اینجوری رو کم کنن از اینکه توانسته بودم توجه او را جلب کنم و رضایت که چه کنم تحسینش را برآورم کیف میکردم فکر کنم آن شب بعد از مدت ها نه به واسطه ترس و نگرانی از حمله نظامی ها بلکه از فرط هیجان و شادی خوابم نمی برد. اما مثل اینکه قسمت نبود من مورد توجه ملکی باشم چون آن قطعا طول نکشید که درست حسابی دعوایم کرد ضمن که خودشم هم میدانست من گناهی نداشتم آن شب طبق معمول برنامه های هشتاده خیلی از اساتی توی اتاق شورا جمع شدن من نمیدانستم پیشنهاد چه کسی یا چه کسانی بود که قرار شد هر کس خاطره جالبی داستان یا لطیفهی دارد تعریف کند حسب طبیعت این جور دور هم جمع شدن ها بیشترین مطالبی که گفته می شد لطیفه یا در حقیقت جوک بود واضح است که جوک ها جنبه تنز و فکاهی داشتند تا مطالب دیگر آن شب رئیس جلسه آقای کازم نائینی بود از اساتید مسلمان دانشکده علوم که بعدها از مسئولین ارشد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول تغییر و تنظیم مطالب کتاب فارسی آموزش و پرورش بعد از انقلاب شد خودش چند لطیفه جالب از عبید زاکانی گفت که بسیار خندهدار بود ناینی قزوینی بود و لطیفه ها را هم با همان لحچه قلیز قزوینی تعریف می کرد که مسحک بودن یا خوشمزه بودن آنها را دو چندان می کرد. من در آن میانه طبق معمول حواسم به دکتر ملکی بود و دیدم نیست. آمدم توی راهرو و دیدم تنها دارد قدم می زند. تا به او رسیدم مثل فنر از جا در رفت و به من پرید. ببینم شما خجالت نمی کشین؟ تا آمدم حرفی بزند گفت نه جواب من را بده. شما واقعا خجالت نمیکشین مردم شهید دادن عزیزانشون رو دارن از دست میدن همین امروز جلوی دانشگاه آریامر تیراندازی شده بود و باز میگن چند نفر کشته شدن و شما نشستین اینجا دور همدیگه دارین چوک میگین لطیفه برای همدیگه میگین و قشقش میخندین تنها نکته‌ای که باعث قوت قلبم میشد آن بود که کازم ناینی که از مسلمانان بسیار معتقد و با وقار بود الحمدلله رئیس جلسه آن شب بود و خودش هم کلی جو گفته بود از آن جالبتر و مهمتر این بود که دکتر عبری هم دوسته تا لطیفه قشنگ گفته بود و کلی ملت رو خندونده بود من اساسا از جوک و این چیزها خیلی خوشم نمیاد و کمتر یادم میاد که اصلا برای کسی جوک گفته باشم در پاسخ دکتر ملکی هم هیچ چیز نگفتم خودشم میدانست که دستیاران و فرماندهان نزدیکتر و ارشدترش از دکتر کازم اپری گرفته تا دکتر نظام سباقیان، دکتر بهمن یزی سمدی، دکتر آزادگان، دکتر داوود پارساپجو، دکتر اباسلی زالی و مابقی هم در آن نشاد و به رقم دکتر ملکی مجلس طرف شرکت داشتند. دیگر برنگشتم به اتاق شورا و پیش ملکی ماندم. همین جوری که با هم قدم میزدیم و بینمان سکوت بود، هر از گاهی صدای شلیک خنده می رفت به هوا و من زیر چشمی سعی می کردم نگاه دوزدانهی به دکتر ملکی بیاندازم. ما ها اصلا با دکتر ملکی خیلی طول نکشید. چند شبی میشد که ناشناسی از فرمانداری نظامی یا شاید هم از جای دیگری تماس می و تهدید می کرد که اگر به تحسن پایان ندهیم به ما حمله خواهد شد. در ابتدا ما واکنش زیادی نشان نمیدادیم، اما ناشناس یک شب گفت که ساختمان سازمان مرکزی قدیمی است و چوب زیادی در ساختنش به کار رفته. به علاوه تمام اتاقهای آن طبقات پر از کاغذ است. اگر یکی از سیمهای برق تصادفا در طبقه همکف اتصالی کند خیلی طول نخواهد کشید که آتش به طبقه پنجم خواهد رسید هم گوشی را قطع کرد ظاهرا ملکی و پاکدامن خیلی بحث می‌کنند که آیا آن را به اطلاع اساتید برسانند یا نه بالاخره تصمیم می‌گیرند که بگویند بعد از اطلاع از آن تلفن نگرانی شدیدی بر بسیاری از اساتید حاکم شد شماری از اساتید استدلال میکردند که آن تلفن از جانب ساواک یعنی سازمان اطلاعاتی رژیم شاه بوده و هدف آن هم صرفا مرعوب کردن و ترساندن و گرفتن روحیه اساتید است که به تحسن پایان داده و آنجا را ترک کنند اما برخی هم می اگه بلوف نبود چی؟ همان بحث های اوائل تحسن و به خصوص بعد از شهادت نجات اللهی مجددا به راه افتاد برخی از اساسید که در حکومت آشنا داشتند تهدید را با آنان در میان گذاشتند و قرار شد منتظر پاسخ آنها بمانیم آن شب با نگرانی گذشت و فردایش پاسخ مشخصی به ما نرسید بالاخره بعد از ظهر دکتر ملکی توانست با یکی از مسئولین فرماندار نظامی تماس بگیرد مکالمه با آن مقام موضوع را پیچیده تر کرد او که آنکه اعلام داشت که از جانب فرمانداری نظامی هیچ تماس تلفنی برقرار نشده در عین حال هم گفت که سلامت و امنیت ما را به هیچ روی نمیتواند تضمین نماید روزها نگرانی نداشتیم چون جلوی دانشگاه رفت آمد زیاد بود اما شبها به خصوص بعد از برقراری ساعت حکومت نظامی یعنی هشت شب خیلی از اساتید واقعا در نگرانی به سر می بردن البته مرتب میرفتیم پایین طبقه همکف و نگاه می کردیم اما نفس استراب و ترس کشنده بود. مشکل اساسی بعد از حمله به ساختمان وزارت علوم و کشته شدن نجات اللهی درست است که آن اتفاق افتاده بود. اما به هر حال هر ازگاهی آن تیراندازی به ما یادآوری میشد. موزه دکتر ملکی مبنی بر اینکه مقامات نظامی و امنیتی رژیم فقط میخواهم بترسانند و بلوف میزنند، بعد از تیراندازی به ساختمان وزارت علوم حالا دیگر خیلی ضعیف شده بود و خیلی ها دیگر به آن اعتقاد نداشتند برخی از اساتید از جمله خود من واقعا دچار ترس و استراب شده بودیم در این حال یکی دو تن از آشنایان و با وابستگان اساتید که با سطوح بالای حکومت مرتبط بودند هم اخباری دریافت کرده بودند که مسئله حمله به اساتید متحسن ممکن است جدی باشد حسب اطلاعاتی که آنان از بیرون گرفته بودند برخی از فرماندهان حکومت نظامی به شدت از تحسن اساتید عصبانی بودند و ادامه آن را یک جور ضعف و بیلیاقتی خودشان میدانستند درست است که متحسنین کار خاصی انجام نمیدادند اما در این حال هم هر از گاهی که بی بی سی اخبار مهم و مهیجی از حوادث و رویدادهای ایران نداشت به سر وقت اساتید متحسن می رفت. و آقای اندرو ویتلی خبرنگارش در تهران گزارش میداد که تحسن جمعی از اساتید دانشگاه تهران در اعتراض به دولت نظامی ارتش و دستاری وارد چهاردهمین یا پانزدهمین یا بیستمین روز خود شده و متحسنین همچنان برخواسته خود مصر هستند و قص الاغازا به عبارت دیگر هیچ چیزی دیگری که نبود خبر تداوم تحسن میشد خبر به طبع وقتی هم اخبار و حوادث تازه اتفاق میافتاد افتاد بی بی سی دیگر به تحسن اشاره نکرده و میرفت به سر وقت آن رویدادها بر حال تحسن برای برخی از افسران و مقامات تندرو و رادیکال امنیتی رژیم یک خاری و عقده شده بود که میخواستند آن را به هر نحوی جمع کنند. سوالی که بود و هیچ کس هم نمی توانست به آن پاسخ قطعی بدهد این بود که آیا آن افسران و مقامات امنیتی ممکن بود که از طرف خود تصمیم گیری کنند تا ضربه متحسنین بزنند یا زهر چشمی از آنها بگیرند همچنان که با متحسنین وزارت علوم کرده بودند ملکی هم البته بیکار ننشسته بود به زم خودش و به منظور کاهش ترس و استراب اساتید و جلوگیری از به هم خوردن تحسن چند فکر کرده بود یکی اینکه توسط مرحوم شهید بهشتی یک اعلامیه یا بیانیه در تایید و تجلیل از اساتید متحسن از امام در پاریس بگیرد اقدام بعدیش صدور بیانیه از جانب مرحوم آیت الله منتظری در تجلیل از اساتید متحسن و آخرین اقدامش هم ترتیب دیدار مرحوم آیت الله رهبران روحانیت مبارز یعنی مرحوم شهید بهشتی هاشمی رفسنجانی و دیگران و به علاوه پیشکسوتان و بزرگان بازار و رهبران جبهه ملی از اساتید متحسن بود البته آن اقدامات با توجه به محبوس بودن دکتر ملکی در طبقه پنجم سازمان مرکزی کار ساده ای نبود علی رغم همه محدودیت هایش اما او توانست با پشتکار عجیبی چند فقره از آنها را از قوه به فعل در بیاورد از جمله و مهمترین آنها آوردن مرحوم آیت الله به طبقه پنجم سازمان مرکزی برای دیدار با اساتید متحسن بود آن روز بدون تردید روز تاریخی بود نمیدانم دکتر ملکی چگونه موفق به انجام آن کار شد اما مرحوم آیت الله طالاقانی به همراه چند نفر از همراهانشان آمدند طبقه پنجم دانشگاه نیم ساعتی بودن و صحبت کوتاهی کردند و بعد هم رفتن سخنان مرحوم آیت الله در مورد نقش دانشگاه و دانشجویان در مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری بود ایشان اساتید متحسن را مورد عنایت ویژه قرار دادند و گفتند یقینا مردم ایران این اقدام دلیرانه اساتید را فراموش نخواهند کرد قبل از صحبت هم تقاضای یک دقیقه سکوت برای شهدای دانشگاه های کشور و شهید مهندس کامران نجات اللهی و بعد هم قرائت فاتحه برای آموزش روح آن شهید نمودند دکتر ملکی از جانب متحسنین به مرحوم آیت الله خیر مقدم گفت شمه کوتاهی از تاریخچه تشکیل سازمان ملی دانشگاهیان ارائه داد بعد دکتر خسروشاهی صحبت کوتاهی نمود یادم نمی که آن روز وقتی همگی در اتاق شورا جمع شده بودیم منتظر بیانات آیت الله طالاقانی بودیم یک مرتبه چشمم به دو همکار متحسن خانممون افتاد و متوجه شدم که هر دو به احترام و حضور آیت الله طالاقانی بدون آنکه کسی یک کلام حرف و مطلبی با آنان بگوید روسری بر سر کردند با اینکه هر دو آنان مارکسیست و چپگرا بودند یکی دو روز بعدش مرحوم حاج محمود مانیان به همراه چند نفر از پیشکسوتهای بازار و نزدیکان به جبهه ملی آمدند روحانیت مبارز هم یک بیانیه بسیار تمجیدآمیز نسبت به حرکت اساتید و نقش دانشگاه در مبارزات ضد استبدادی تاریخ معاصر ایران داد اما علا رقم تلاش و دکتر ملکی تهدیدات همچنان ادامه داشت و استراب و نگرانی اساتید در حال افزایش بود و در نتیجه بحث ها بر سر ادامه تحسن یا پایان بخشیدن به آن همچنان ادامه داشت سناتور جلالی نائینی که عموی دکتر اسدالله جلالی نائینی از اساتید متحسن بود و با دربار ارتباطاتی می داشت خیلی جدی گفت که تحسن را خاتمه بدهیم چون تهدیدات دارن جدی می شون. در این دور بود که من برای نخستین بار در مقابل دکتر ملکی قرار گرفتم ملیکی به تب با هر نوع حرکتی که منجر به پایان بخشیدن به تحسن بشود مخالفت میورزید در بحثهای مفصلی که در همان اتاق بزرگ, بزرگ شورا داشتیم او همچنان قرص محکم با پایان بخشیدن به تحسن مخالفت میورزید و تهدیدات را همچنان بلوف میپنداشت نکته‌ای که جالب بود مخالفت او با رأیگیری در مورد پایان بخشیدن به تحسن بود ملکی میدانست که اگر کار به رأیگیری بکشد اکثریت اساتید رای به پایان بخشیدن به تحسن خواهند داد بنابراین نمیگذاشت کار به رأیگیری بکشد البته دکتر ناصر پاکدامن هم نظرش با ملکی یکسان بود و از ادامه تحسن به شدت دفاع می کرد استدلال ملکی برای جلوگیری از رأیگیری آن بود که هیچ کس از روی اجبار اینجا نمونده هر کس بخواهد میتواند برود استدلال دیگرش آن بود که اگر بلفرز همه هم بروند او همچنان آنجا خواهد ماند به اساتید مسلمان میگفت که ماندن ما در اینجا از روی انتخاب نیست بلکه از روی تکلیف است بحث ها بر سر رفتن یا ماندن به تدریج باعث به وجود آمدن یک سری دلخوری ها شده بود در یکی از بحث بود که من احساس کردم برخی از اساتید از های ملکی ناراحت شدند. حرفهای ملکی تا حدودی بوی محکوم کردن اساتیدی را میداد که میخواستند تحسن پایان یابد علیرغم علاقه زیادی که به او پیدا کرده بودم بر سر دو نکته بود که مجبور شدم برخلاف نظر او در جمع صحبت کنم نکته اول در خصوص مخالفت با رأیگیری پیرامون ادامه تحسن بود استدلال من این بود که آغاز حرکت ما یک تصمیم دست جمعی بود بدون تردید پایان آن هم میبایستی به صورت دست جمعی صورت میگرفت اگر اکثریت رأی به پایان تحسن میدادند در آن صورت همهمان میبایستی تن به آن تصمیم میدادیم بنابراین با استدلال ملکی در مورد وظیفه و تکلیف مخالف بودم ملکی هم به من میگفت اگر مارکسیستا و غیر مذهبی ها اینطور استدلال کنند برای من قابل فهم است ولی آدمی که مسلمان است و ادعای اسلام خواهی دارد چگونه میتواند ملاک و معیاری بجز حق و تکلیف و وظیفه داشته باشد پاسخ من این بود که یک نفر در یک شرایط تصمیم میگیرد که برای یک خاص سی... سیاسی یا سنفی وارد یک تحسن یا یک عمل اجتماعی دیگری بشود اما بعدا همان فرد به هر دلیلی میخواهد از آن حرکت خارج شود از دید من او بدون تردید حق داشت که بنا بر هر دلیل و انگیزه ای که برای خود داشت آن تصمیم را لغو کند و از آن مجموعه خارج شود و یا دیگر آن حرکت اجتماعی را ادامه ندهد همانطور که در ابتدا هیچ کس او را وادار نکرده بوده و او شخصا این تصمیم را گرفته بوده حالا هم حق داشت که نخواهد آن تصمیم را دیگر ادامه دهد اما ملکی اینجا با من کاملا مخالفت میکرد او میگفت عرصه عمل اجتماعی عرصه جمعی است و عرصه فردی نیست آن فرد یا آن استاد وقتی تصمیم به عملی و اقدامی میگیرد که دارای طبعات جمعی است مسئله دیگر از صورت فردی خارج می شود و جنبه هم دست جمعی پیدا می کند او ادامه میداد که ما که تحصن ما و تصمیم هر استاد مبنی بر شرکت در آن یا عدم شرکت در آن در ابتدا درست است که امری شخصی و تصمیم فردی می بوده اما با توجه به طبعات اجتماعی و جمعی که تحسن ما بعداً به وجود می آورد خروج از آن یا پایان دادن به آن دیگر امری فردی نیست و به جمع و به مبارزه و به کل نهضت مرتبط می شود حال یک شب این بحثا خیلی بالا گرفت و من متاسفانه در طیف مخالف ملکی قرار گرفته بودم یکی از اساتید غیر که مخالف ادامه تعصب بود استدلال مرکی را شبیه به روش های استالینیستی و توتالیتر دانست که احزاب کمونیست و ایدئولوژی های مطلقگرا برای توجیه نبودن و پیشبرد خواسته های حزبی و اهداف ایدئولوژیکشان اعمال می کنن. او از استدلال من برعکس قرص و محکم دفاع نمود و گفت مهند زیبا کلام درست می گوید. فرد همواره حق دارد شخصا و فردن هر تصمیمی را که میخواهد اتخاذ نماید و بعدا هم شخصا و فردن حق دارد آن تصمیم را نقص کند جمع و گروه هیچ وقت نمی توانند فرد را وادار به اتخاذ تصمیمی نمایند که او قلبا و شخصا رضایتی بر انجام آن ندارد جمع یا گروه هیچ وقت نمی توانند نظر خود را بر فرد تحمیل نماید این یعنی آغاز استبداد و دیکتاتوری آن شب بحث های تندی در گرفت و در مجموع دکتر ملکی در وضعیت خوبی قرار نداشت خیلی ها می اساسا آزاد باشند در قبال تصمیم گیری به منظور ادامه تحسن یا خارج شدن از آن نهایتا تصمیم گرفته شد که فردا تحسن فیصله پیدا کند برای شنیدن قسمت بعدی کتاب فردا هم همراه ما باشید شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com